از همان با 12 فروردین روز جمهوری اسلامی، کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ نه به جمهوری اسلامی طوفان توییتری به راه انداختند. با روزتا ایران روز همراه میشیم تا از آخرین واکنش‌ها برامون بگه. روزتا. پیام هشتگ نه به جمهوری اسلامی در صدر هشتگ‌های فارسی قرار گرفته و کمپین نه به جمهوری اسلامی چند روزیه که به راه افتاده و بسیاری با تصویر یاسمین پهلوی، همسر شاهزاده رضا پهلوی، اون رو به اشتراک میذارن و بهش واکنش نشون دادن. البته طوفان توییتری هم موازی کمپین نه به جمهوری اسلامی راه افتاده. آریکس نموداری رو به اشتراک گذاشته و نوشته آمار هشتگ نه به جمهوری اسلامی در 7 روز گذشته با نزدیک به 225,000 توییت همراه بوده. جیمز با این تصویر توییت زده هر آدمی یک بار شانس زندگی کردن پیدا میکنه و مایی که در یک کشور غنی به دنیا اومدیم میتونستیم چه زندگی داشته باشیم، اما رژیم این یک باره ازمون اینو گرفت و میگه منم واسه همین تا جون در بدن دارم تلاش میکنم و از بین ببرمش و فریاد میزنم نه به جمهوری اسلامی. سبا بختیاری، خواهر پویا بختیاری، هم به مناسبت 12 فروردین پیام ویدیویی منتشر کرده. با هم ببینیم. در 12 فروردین، روز فریب رفراندوم جمهوری اسلامی، اعلام می‌کنیم نه به جمهوری اسلامی یا همان حکومت مطلقه مشروعه و آری به مشروطیت یا همان حاکمیت قانون برآمده از آخرین دستاوردهای خرد و تجربه انسان. پاینده باد ایران. بسیاری هم در واکنش مهمترین موضوعات روز با هشتگ نه به جمهوری اسلامی واکنش نشون دادن، مثل بابک وردیا که با تصویری از فردی که ماسک رو بر سر زنان در شاندیز مشهد ریخت توییت زده خط مقدم مبارزه با جمهوری اسلامی اینجاست، زنان و دختران گمنامی که با شجاعت مقابل این وحوش ایستادن، وظیفه ماست که بیش از پیش حامی اونها باشیم. قلم فرسا هم با تصویری از جانباختگان 1401 نوشته از الان تا انتهای دنیا فراموش نمی کنیم. زینب کلثوم از اکانت های پر مخاطب توییتری هم میگه اونقدر گفتن که آزادیم به مرگ ساده تن دادیم، شاید از جرم دیروزه که به این روز افتادیم. و همچنان یاد جانباختگان در کنار این هشتگ ها هم پررنگ اکانت شهرک اکباتان با این تصویر به یاد حدیث نجفی و هشتگ نه به جمهوری اسلامی با این فراخوان همراه شده. این کاربر هم با تصویر مجید رضا رهنورد توییت زده برای مجید رضا رهنورد با هشتگ نه به جمهوری اسلامی. ویدیویی هم امید جلیلی، هنرپیشه و کمدین، به مناسبت 12 فروردین به اشتراک گذاشته با این کپشن که یک گروه هنری به نمایندگی از مردم ایران که به دنبال پایان دادن به رژیم افراطگرایی جمهوری اسلامی هستند، بازیگرانی که وانمود میکنن فرصتی برای رفراندوم وجود داره و دلیل رأی نه به جمهوری اسلامیشون توضیح میدن. آرزوی اینو دارم که یه بار با سگم بتونم تو خیابون به درد سر راه بدم. نه آزادی پوشش دارم، نه آزادی بیان. نه حق طلاق دارم، نه حق نزامت فرزند. حق خروج از کشور بدون اجازه همسرم رو ندارم. گفت داشتن کیم میکنی آخرش هم هشتت گروه مزده. این شوهر من باید جبه منو تایید کنه. یه ورسیه من نصف مرده. برای تمتی قرار دادم باید همش این بیستاب و سرم کنم. من سرباز اجراییات با بزنم تو چاپای ادامیات. از ترس یه آینده نامعلوم جرأت میکنم صاحب بچه بشم. نه گفتم به جمهوری اسلامی، مگه فکر کردن میخواد به چیش باید بگم؟ آره نه 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 نه